درود به شما همراهان عاشق کشور عزیزمون ایران، در خدمت شما هستیم با بسته تحلیلی امروز. در ابتدای بسته همراه میشیم با آقای فلاحتی با برنامه‌ای با عنوان افشای شبکه مالی اطلاعات سپاه در ایران و کشورهای همسایه، و در بخش بعدی میپردازیم به پرونده اخراج مجید ایران منش، دومین مقام جمهوری اسلامی از کانادا. با ما همراه باشید. در این برنامه آقای فلاحتی به چند تن از افراد سرشناس در اطلاعات سپاه که شبکه مالی که وظیفه دور زدن تحریم ها و انتقال پول به تروریست های نیابتی جمهوری اسلامی رو دارن میپردازه و به نقش بیت رهبری به ویژه مجتبی خامنه ای در این برنامه مالی اشاره میکنه. ایشون با اشاره به حمایت هایی که روسیه از جمهوری اسلامی میکنه به بانک هایی که در این فعالیت هستن اشاره میکنه و همچنین درباره نقش مهم چند بانک اوکراینی در این پروژه بزرگ پولشویی صحبت میکنه که مالک های اونا از اعضای سپاه پاسداران هستند. شما رو دعوت میکنیم این برنامه جنجالی رو تماشا بفرمایید. خب خیلی عجیب به نظر میاد ظاهرا اینکه جمهوری اسلامی از یه طرف به روسیه در جنگ با اوکراین کمک تسلیحاتی میکنه، از طرف دیگه از سیستم بانکی اوکراین استفاده میکنه برای دور زدن تحریم ها به قول خودش. جالبه نه؟ پهپاد میده به و تکنولوژی موشکی یا هر چیز دیگه میده به روسیه برای اینکه اوکراین رو بزنه، بعد تو اوکراین میره دست میکنه تو سیستم بانکی اوکراین برای اینکه به قول رؤسا در مرکز دور بزنه تحریم ها رو. مثلا حالا میبینید که اصلا اسم دور زدن تحریم ها یکی از مسخره ترین چیزهایی است که دیگه البته نخنما شده است که مدام اینا تکرار میکنن به اسم دور زدن تحریم ها. اینا در واقع پول هایی است که در خارج از کشور به ایران بر نمیگرده و دیدید دیگه وقتی که میبینیم که ماهانه 250 میلیون دلار میره برای حماس، یعنی چی؟ پولایی که تو خارج میگرده دیگه بر نمیگرده. که حالا روایتی شو از این ماجرای پول ها به نوعی در برنامه شب میبینیم. بارها گفته ایم این دور زدن تحریم ها خلاصه بهانه ایست برای اینکه پولا رو هر جا که میخوان بفرسن و فقط فریب کاری مردم ایست که امیدوارم هیچ وقت حرفای اینا رو باور نکنن. پرونده اختلاس از چند بانک از جمله بانک ملت و پاسارگاد و قاچاق ارز و محاکمه معمول جمهوری اسلامی از متهمان مربوطه در سال 88 شاید یادتون باشه ها، معروف شد به پرونده بانک ملت. علی دیواندری مدیر عامل سابق این بانک اول به عنوان رئیس دوزا محکوم کردن، بعد در دادگاه هم ارز تبرئه‌اش کردن و ازش جورایی هم اعاده حیثیت کردن. در حکم تبرئه گفتن مداخله های صورت گرفت تا همه چیز به ناحق بیفته گردن علی دیواندری، در حالی که ایشان در دور زدن تحریم ها موفق عمل کرده بوده است. مداخله ها یعنی همون دعوایی که خودشون دارن، یه طرف نمیدونم وزارت اطلاعات، یه طرف اطلاعات سپاه، یه طرف حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی، ضابطان، بازجو، اینا همه دیگه. خب ببینید افراد دیگری در اون پرونده بودند و هستند که همون موقع گفتن از ایران فرار کردن. دوم مهر 1398 تهران ایرنا، خبرگزاری ایرنا، رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و 8 متهم دیگر گفت سه متهم این پرونده یعنی رحمت الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کردند. یه نفر دیگر رو داریم به اسم هدایت الله باختری. هدایت الله باختری در ایران از مدیران شرکت کشتیرانی و بازرگانی رویال باختری کیش. آگهی روزنامه رسمی کشور میگوید زهرا عباسی به نمایندگی از شرکت صنعتی دراگون آفشور اربند، مریم باختری به نمایندگی از شرکت حفاری نفت و گاز اطلس اربند، هدایت الله باختری به نمایندگی از شرکت آفشور مارین قشم
اینا مدیر عامل و اعضای هیئت اصلی هیئت مدیره شرکت کشتیرانی و بازرگانی رویال باختر کیشن. یعنی یه جورای خانوادگی و ارتباط ها و این فامیلای باختری. ما رد هدایت الله باختری رو در اوکراین و امارات و کشورهای دیگه هم داریم. در اوکراین ایشون مالک 100% سهام بانک آلپاری هستند. من اینجا یه پرانتز باز بکنم تا ادامه بدیم این موضوع رو. ببینید هدایت الله باختری در اوکراین در اوراق بانکی و ثبتی بعضی جا به اسم هدایت الله باختری، هدایت الله باختری موسی یا باختری هدایت الله موسی اسمش نوشته شد. موسی ظاهرا اسم یکی از بستگانشه توی همین شرکت های خانوادگی. واقعا آدم نمیدونه اسم شناسنامه یا گذرنامه اینا دقیقا چیه، از چند تا گذرنامه استفاده می‌کنه اینا من واقعا نمیدونم. اما این موسی اضافه کردن به اسم هدایت الله باختری در بعضی از اوراق ثبتی در اوکراین رو من برای مثال بزنیم بگم که چند تا داریم و موسی هم یه چیز دیگه داریم از همین باختری‌ها. آگهی تغییرات شرکت آب زلال طبیعت گوارا شرکت تعاونی به شماره ثبت 555 شناسه ملی فلان. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ فلان 1396 که طی نامه شماره فلان به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودان رسیده است، تصمیمات ذیل اتخاذ شد. اعضای هیئت مدیره آقای حیدر باختری به شماره ملی فلان، خانم معصومه ارجمند به شماره ملی فلان، آقای هدایت الله باختری به شماره ملی فلان، آقای محمد باختری به شماره ملی فلان، آقای موسی باختری به شماره ملی فلان و خانم زینب باختری به شماره ملی فلان انتخاب شدن اداره ثبت شرکت ها فلان به همون اینا. به هر حال اینا عرض کردم که بگم اسناد و اوراق شناسایی و هویتی این افراد تا زمانی که ثابت نشده است که ناموجه هست، ما نمیگیم ناموجهه، ولی فقط گزارش دارم خدمتتون عرض میکنم که اگر موسی به اسمش اضافه کرده است آقای باختری هدایت الله، این موسی هم در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودان هم ثبت شده، تایید شده است و در روزنامه رسمی هم ثبت شده است. باری عرضم این بود که ایشون در اوکراین آلپاری بانک رو 100% سهامش رو، یعنی همش مال خودشه، که سال 2012-11 میشه چی؟ الان 2023 میشه 11 سال پیش، من خیلی ریاضیم بده ببخشید واقعا، 11 سال پیش در اوکراین تأسیس میشه با 100% سرمایه هدایت الله باختری که ایشون گذرنامه اوکراینی داره، یعنی شهروند اوکراین، ولی ایرانی الاصل، در یعنی اینکه در هر جا ازش یاد شده به عنوان یک ایرانی تبار که گذرنامه اوکراینی دارد ازش صحبت میشه. سرمایه آلپاری بانک بنابر اطلاعات رسمی وبسایت بانک مرکزی اوکراین تا یک سال پیش برابر با 5 میلیون دلار بود. البته بانک به عنوان بانک زیانده معرفی شده و من نمیدونم که میخواد الان ورشکستگی بکنه مثل بقیه بانک های زیانده احیانا در صورت لزوم. فقط در یک سال 2022 میلادی، سال گذشته میلادی، نشون میده که 10% سرمایهش کم شده. در رده‌بندی بانک ها آلپاری بانک، بانک های اوکراین، از نظر میزان سرمایه 67 بانک اوکراینه، 0.1% از سهم بازار داخلی این کشور رو داره و جزو کوچکترین بانک ها، بعد جا نوشتن کوچکترین بانک اوکراین رده بندی شده. چرا آقای هدایت الله باختری که به گفته فاش شده منابع اطلاعاتی شریک یک ابر سرمایه دار روس به اسم الکسی کروتایف هستند کوچکترین بانک اوکراین رو دارن؟ چون میدونید دیگه این اولیگارش های روس اینا مالتی میلیاردرن، داشت شریک هم با هم دیگه. چرا کوچکترین بانک اوکراین دست کم یکی از شرکای کورتایف آقای هدایت الله بختیاری است؟
چرا کوچکترین بانکو داره؟ فقط میخواد بانک داشته باشه، یعنی میخوان فقط بانک داشته باشن، به اسم بانک فقط باشه اونجا و بعد هر کاری میخوایم بکنیم. افریکن اینتلیجنس در 12 اردیبهشت 1402 نوشت الکسی کروتایف سرمایه‌دار روسی سوئیسی 13 فروردین 1402 در مسکو دستگیر شد. این تاجر 37 ساله به اتهام اختلاس 10 میلیون دلاری از شرکت مدیریت سرمایه گذاری هلین که مرکزش در اماراته تحت تعقیب اینترپول بود، پلیس بین الملل. به آقای کورتایف 3 سال زندان میدن، بعد از 6 ماه آزاد میشه. به گزارش یوکرین فورم در 8 اردیبهشت 1402 یکی از شرکای آقای کورتایف آقای هدایت الله باختری است. افریکن اینتلیجنس در 18 اردیبهشت 2023 نوشت که یک ایرانی به اسم هدایت الله باختری گردش مالی و محموله های نفتی بین کشورهای مختلف را هماهنگ می کند. افریکن اینتلیجنس در 14 مرداد 1402 نوشت تعقیب وجوه اختلاس شده این شرکت همچنان ادامه دارد، از دبی تا جیبوتی، از طریق کیف و دارالسلام 10 میلیون دلار از طریق نهادهای مشکوک عبور کرده است. بازرسان آمریکایی، سوئیسی و فرانسوی به تحقیقات در مورد یک شبکه مالی پیچیده تحت کنترل روس‌ها ادامه می‌دهند. خب این یک مقدمه درباره این شخص. اینا همینجوری نگردین. یه آدم دیگه است در همون پرونده اختلاس بانکی در ایران که اول برنامه خدمتتون عرض کردم به اسم حامد علی خانی. اون قسمت پاراگراف پایین درباره حامد علی خانی این سندی که دارین میبینین. ایشون در اوکراین یک بنگاه مالی یا در اسم کلی یک بانک درست میکنن به اسم سنتر، با سنترال بانک که بانک مرکزی میشه فرق داره. سنتر در 5 اسفند 1394 بانک مرکزی اوکراین رسما اطلاعیه داد که برای چند بانک مجوز خرید و فروش سهام صادر کرده، از جمله بانک سنتر. نوشته است بانک مرکزی اوکراین به آقای حامد علی خانی تبعی فرانسوی، میگه این تبعی فرانسویه، برای کسب سهام در گروه مالی سنتر مجوز داده است. آقای حامد علی خانی تا کنون مالک غیر مستقیم سهام 60% این بانک بوده است، اما هرگز در بانک مرکزی اوکراین مورد تایید قرار نگرفته بود. 6 ماه قبل در شهریور 1394 آقای حامد علی خانی سهام خود در این بانک را بدون تایید قبلی بانک مرکزی اوکراین تا 100% افزایش داد. این نقض قوانین حاکم بر کسب سهام باعث شد که بانک مرکزی اوکراین معادل 30,000 دلار این مؤسسه مالی را جریمه کنه. خب جریمه شد داده دیگه. بعد چی میشه؟ حالا بهش بانک مرکزی اوکراین مجوز میده. اوکراین قبل از سال 2019 است دیگه، ایشون آقای حامد علی خانی هستن. اوکراین قبل از سال 2019، قبل از زلنسکی، اوکراین تا گردن در فساد مالی و سیاسی فرو رفته است. یارو از بانک مرکزی اصلا مجوز براش صادر نکردن، سهامو میفروشه یا میخره، بعد باز بدون مجوز بانک مرکزی کل سهام مؤسسه مالی رو به اسم خودش میزنه و 30,000 دلار جریمهش میکنن. چند ماه بعد کلن بهش مجوز میدن که هر کاری میخوای بکنی بکن. گفتم بهتون دیگه، در 5 اسفند 94 بانک مرکزی اوکراین بعد از اینکه میگه اینجوری شده جریمش کردیم، اینو بهش مجوز داد. باری بعد همین آدم میاد 20,000 سهم بانک ام تی بی اوکراین رو میخره که یکی از بانک های نسبتاً معتبره در اوکراین، که میشه حدود 20% سهام این بانک. بانک ام تی بی دو بار بین اوکراینی‌ها و قبرسی‌ها از زمان تأسیس دست به دست میشه. الان به عنوان یک بانک متوسط اوکراینی از نظر سرمایه با فعالیت و شعبه‌های بین‌المللی معرفی میشه. سرمایه کل بانک اوکراینی ام تی بی اوکراین که به لحاظ سرمایه در ردیف 22 بین بانک‌های اوکراین
302 میلیون دلار. اگه همین الان در اینترنت جستجو کنین انقدره که حدود 20% به اسم حامد علی خان است. بانک ام تی بی اوکراین جانشین بانک مارفینه که سال 1993 یعنی 30 سال پیش تأسیس شد. مارفین سرمایه بانک الان 70% مال ساگارکوه که یک مؤسسه مالی قبرسی است. حدود 10% هم سرمایه داره سهام داره خوردن و عرض کردم که دو سال پیش سال 2021 حامد علی خانی 20% کل سهام این بانک رو خرید. یعنی یه جورایی دو سهامدار عمده دارن، حامد علی خانی و ساگارکوی قبرسی. در تمام اسناد و در اوکراین هم هست یادتون باشه، در تمام اسناد مربوط به ام تی بی بانک و بانک سنتر هیچی از ایرانی بودن حامد علی خانی نیست. به عنوان فرانسوی صحبت میشه ازش، کارت شناساییش پاسپورت فرانسوی است، دارین میبینید، و ساکن ترکیه معرفی میشه. آقای حامد علی خانی دهه 60 هنوز 40 سالش نشده، تو فرانسه و ایران هم اسم و رسمی داره. در ایران رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز سیاه فام است که تولید اصلیش قیره، تولیدهای دیگه هم داره، حالا قیر البته تولید اصلیشه. در فرانسه یه شرکتی هست به اسم مورینا فرانس. مورینا فرانس یه شعبه تو ایران هم داره، مشهد، آدرسش اونجا هست، دارین میبینین، آدرس وبسایتش رو داده. وبسایتی که باز میکنین میبینین به قول وزیر دولت محرومان کیکه، فیکه، اصلا قلابیه، باز نمیشه، ولی نوشته چی؟ کل صفحه مورینا فرانس. مورینا فرانس تو فرانسه ثبت شده به اسم حامد علی خانی، مؤسس و مدیر عاملش نوشته از حامد علی خانی با مشخصات و تاریخ تولد حامد علی خانی و اینا. آدرس وبسایت در فرانسه هم وقتی که میرین چک میکنین اونم کیکه، همچین وبسایت اصلا وجود نداره. ادامه همین صفحه در پایین تر نوشته که این شرکت مرتبط است با شرکت هایی از آسیای جنوب شرقی گرفته تا ترکیه و آفریقای جنوبی و غیره و غیره و غیره، همون جیبوتی و میبوتی و اینا. هیچ اطلاعاتی دیگر نیست جز همین که خدمتتون عرض کردم. با آقای حامد علی خانی و با آقای هدایت الله باختری از طریق پست الکترونیک تماس گرفتیم در طول هفته گذشته تا تو برنامه امشب شرکت کنند و توضیح بدن، کلی سوال داریم در این باره که متاسفانه هیچ جوابی ازشون دریافت نکردیم و از طریق بانکاشون هم اقدام کردیم و هیچ جوابی باز دریافت نکردیم. وبسایت گلوبال نیوز گزارش داد که طبق اعلام اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا، پرونده اخراج دومین مقام بلندپایه جمهوری اسلامی که در کانادا زندگی میکنه به جریان افتاده. این فرد مجید ایران منش نام داره که به دلیل تحریم هایی که سال گذشته اعمال شد و اعضای ارشد حکومت جمهوری اسلامی را از ورود به کانادا منع کرد، برای اخراج احتمالی تحت پیگرد قرار گرفته. ایران منش در دولت حسن روحانی مسئول دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی بود. وی همچنین در گذشته سمت‌هایی چون رئیس مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت کشور، مدیر کل امور کارکنان وزارت راه و شهرسازی و همچنین مدیر کل دفتر آمار سازمان ملی جوانان رو هم داشته. آنا پاپ سخنگوی اداره مهاجرت کانادا میگه بخش مهاجرت این اداره پرونده ایران منش رو 29 نوامبر برابر با 8 آذر دریافت کرد و اونو برای رسیدگی به هیئت مهاجرت و پناهندگی در تورنتو ارجاع داد. بررسی این پرونده از 17 ژانویه 2024 یعنی 27 دی ماه آغاز میشه تا بررسی بشه که آیا برای اخراج مجید ایران منش از کانادا دلیل کافی وجود داره یا نه. بیل بلر وزیر دفاع ملی کانادا در این باره به گلوبال نیوز گفت افرادی که در فعالیت‌های مخرب مشارکت داشتند واجد شرایط ورود به کانادا نیستند و اگر به هر طریقی وارد کشور شدند تمام تلاش خود را برای اخراج آنها انجام خواهیم داد. او با تاکید بر اراده دولت کانادا برای اخراج عوامل و همدستان اقدامات ضد بشری جمهوری اسلامی افزود ما برای برخورد مؤثر با این افراد به همکاری جامعه ایرانی و اطلاعات آنها نیاز داریم.
این دومین پرونده یه که تحت تحریم های کانادا علیه جمهوری اسلامی مطرح میشه. این تحریم ها پس از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعمال شدند. کانادا اعلام کرده بود جمهوری اسلامی رژیمی است درگیر تروریسم که اقدام به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر میکنه. بر اساس این تحریم ها ده ها هزار نفر از مقامات جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ورود به کانادا محروم خواهند شد. وبسایت گلوبال نیوز 15 آذر ماه گزارش داده بود با درخواست آژانس خدمات مرزی کانادا روند اخراج سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در دولت حسن روحانی که در تورنتو زندگی میکنه نیز آغاز شده. آژانس امنیت مرزی کانادا پیش از این اعلام کرده بود که 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی ساکن کانادا در آستانه اخراج قرار دارند. سپاس بیکران از همراهی شما، لطفاً نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعدی شما رو به ایزد یکتا میسپاریم و بدرود.